سلام و درود احترام خدمت هموطنانم. خدمت شما هستم که قرار هر چیز اگه پشت سرم باز خالی هست، اگر صدا بد میاد ببخشید، اینجا به خود امکانات کم هست. پوستر گفتم برای درست کنم بفرستن، جام قطعا عوض شده و اگه صدا هم میپیچه به خاطر که اینجا یک مقداری خالی هست، ولی در نهایت ظرف چند روز درست میشه. خلاصه این کوتاهی ها و این اشکالات بزرگ خودتون ببخشید. یکی از دروغ های بزرگ قرن رو حکومت این روزا مطرح کردن که جالبه، تو خودشون خیلی ها از اونایی که یک مقداری هنوز ته دلشون مذهبی هستند و هنوز بر اساس اعتقاداتشون حرکت میکنند شوکه شدند. اونم چند میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی، از صندوق چیچیک مصوب شد با دستور آقای رهبر. عالم و آدم میدونن که شما یک دلار ندارید، یک دلار شما 700 میلیون دلار تو اونجا پول داشتید در طول یک سال گذشته، 700 میلیون دلار. البته زمان احمد جان که اومد شما تحویل گرفته بودی یک قرون نیست، همین جهانگیری چند بار بود خود ایشون هم گفت ما هیچ چیز صندوقمون نداریم. تتمه ریالی هم که داشت 16 میلیارد تومان تو حساب بود، اونم احمد جان بعدش داشت که می‌خواست درست بکنه دیگه، خود در جریان هست. اما 700 میلیون دلار جمع جور کردی تو حساب سال گذشته، خودتون هکر درست کردید، خودتون هکر فرستادید زندان جیشن، خودتون پولا رو هک کردید، خودتون فرستادید به سمن بخش تو کشورهای مختلف به 50-50 که بازو 50% هم راستی 30% رفت، از آخر هم هیچی گیرتون نیمد. چرا؟ چون پولا همه بلاک شد. اون آقایی تو هتل بودن اینجا، پسر آقای حداد عادل، عروس فلان، داماد فلان، همه همین ها بود. شما یک ریال و یک دلار ندارید، دروغ میگید که دیگه خلاصه. البته خوشبختانه میگن دروغو تا آخر دنیا میتونه بده، اما نمیتونه برگرده. دوستان این بلوفیست که میخوان بگن ما پول داریم، میخوان بگن که ما چپمون پر بقول مرد، اما دروغ بزرگی است که خودشون هم میدن دروغ میگن. از اون بلوفای پهپاد که یک ماه توی بیابون افتاده بود، های چیپانه میره به آب انگلیسی افتاده، اومدن گفتن ما نشونده میشه، از اون تونلی که درست کرد، از حرفا تونل مترو رو برشن گفتن تونل درست کرد، مثل حرفایی که هست. این هم از خالبندی درجه یک هست. مطمئن باشید که اینا یک ریال ندارن، وگرنه دنبال پول توی کشور به گیدایی نمیفتادن و الان هم برای چیز هزینه روزمره شون موندن. دروغ بزرگی است که من میدونم ملت باور نمیکنه، اما گفتم جنس یاد بره بیان خدمت شما هستم. دوستان ما یک مشکلی هم در کشور هست که کم کم داره آگاهی به مردم میده، مردم آگاه میشن و نیروی انتظامی هم آگاه هستند. یک نیروی درست کرده از سال 78 اینها، یعنی حرفایی از اون آخونده، از اون روحانی که بهتون گفتم به من گفته، من که کامل ترش رو تقدیم کنم اما تو صدقیه به جای خودشی. نظر 78 که خیلی آسیب پذیر هستن و بعضی اتفاقات افتاد، اینها نیروی تربیت کردن خارج از این نیروها، یعنی آمدن درست کردن این نیرو رو، امکان رفاهی خیلی زیادی بهشون دادن، حقوق زیادی بهشون دادن، رو مسئله کار کردن و حتی متوجه که میدونن و دوستان به من اطلاع دادن، اینها با مواد خلاص روانگردان اینها شارژ میشن. این نیرو که به اصطلاح خودشون اسمش هست نوپو، حساب نیروی ویژه مال چیز هست، ضد آشوب این حرف ها هست، اینا لباس سیاه تنشون هست. اینها در منطقه است به نام سرای تختی، از شهر هم خیلی دور است، اونجا بردن اینا رو آموزش میدن، آموزش ویژه میدن و جوری کردن که دقیقا از مردم دور هستن، اصلا نمیدونم اوضاع احوال چی هست، یعنی اون ارتباطاتی که الان هست دوری مجازی هست دست اینا نیست، اینا حتی گوشی چیز هم ندارن، همه چیشون محدود هست، که اینا رو درست کردن که عین داستان قلعه حیوانات و اون خوک‌ها و اون سگ‌هایی که آموزش شدن به نگهداری از رهبری که آخرش همون سگ‌ها اینا رو تیکه پارشون کردن، چون اینا چشون بعد مشکلی کردن هست. حتی نیروی ناجا و نیروی پلیس کلانتری رو میدونن که اینها نیروی متفاوتی هستن و چند دفعه هم تا رو با هم درگیر شدن، اونا مردم زدن پلیس نذاشته، چون اونا آشوب پا میکنن بعد مردم میکنن با پلیس و ناجا، اینا بدونید در جریان باشید. و نیروی ناجا هم خواهش میکنم همینجوری که تا الان رو مراعات کردن بازم بکنن و حتی با اونا برخورد کنن. 4 تاشونی که بزنید 5 تاشونی که بزنید جمع میکنن خودشون، چون اینا با نیروی روانگردان میان، اینا در یک محل چیزی هستن به قول معروف، این فیلمای سینمایی که درست میکنن، در یک جایی هستن که هیچ ارتباطی با دنیا خارج ندارن و چیزی که بهشون میگن انجام میدن. خب خیلی سالشون کار میکنن رو اینها، حقوق مزایشون فوق العاده زیاده، امکانات خیلی زیادی بهشون میدن
و همینجا باز مکرر در مکرر از تمام مردم ایران خواهش میکنم هر جا نیروی انتظامی دیدید، هر جا پلیس دیدید، باش احوال پرسی کنید، با خنده سلام کنید، اینها گم نمیشه، مطمئن باشی جواب میده و خوش برخوردی کنید، خوش اخلاقی کنید و اگه تونستید یه گل بهشون بدید، چون مال ملت هستن و اون نیروهایی که اونجا هستن و این کارا رو میکنن نیروهای به اصطلاح ویژه، اینها اونقدر عددی نیستن. وقتی شورش مردم شروع شد و اون شورش آخر که تیر خلاص بینها بخواد بزنه، اونها هم همه نابود خواهند شد، چون مخصوصا اگه بینها این جریان یمن اگه بینها مواد روانگردا بینها نرسه، اینها به نفس خمار میشن و الی آخر اونها هم یه سری بدبخت هستن، یه سری بیچاره هستن، واقعا بدبختن و داریم تلاش میکنیم یه جوری بینها نفوذ کنیم که خیلی محدود است. اما خوبیش اینه که ناجا اینو میدونه، بچه کلانتری رو میدونن که اینها نیروی جدا تافتی جدا بافته بردن درست کردن و چون کار میکنن و اینها رو به جون مردم میدازن و اونها هستن که مردم میزنن. برای بچه حراست رو قبلا گفتم بهتون، حراست رو به سازمان مختلف بردن، آدم بی سواد، آدم های زوردار، کسی هم زوری زیاد عقلش کمه و اینها چون عقلشون کم هست خودشون به خودشون آسیب خواهند رسوند. خدمت شما هستم که یکی از چیزه که باز این روحانی من میگفت که ما شروع کردیم بعد از چیز شروع کردیم که اگر ایران به قول من ما نباشیم اینجور نشه به چند تیکه تبدیل میشه. حرف قشنگی میزد، میگفتش که در 40 سال گذشته خیلی انقلاب ها شده، خیلی اتفاقات افتاده، کدوم کشور تیکه تیکه شده که ایران بخواد بشه، ایران که این همه ریشه داره، هم سابقه داره. بعدش هم دوستان من بارها گفتم فکر تجزیه از سرتون بیاره بیرون، کی نون خور اضافه میخواد؟ ایران چنان آباد میشه و چنان روبرا خواهد شد، این از این کلمه چنان میخوده بده میده، چون روحانی هم یکم میزنه، ما میدونیم ما اون با که تیم مملکت بودیم، تیم مملکت هستیم و دنیا رو خود دیدیم که کشورهای دیگه میان میگن ما پسرخاله هستیم، ما یک زمانی دخترخاله و پسرخاله شما آشنا بودن، ما همسایه شما هستیم و میان به کشور رو میپیوندن، چون جدا بخواهم بشن، چون ثروتی توی کشور هست، 7 برابر ثروت های کشور دنیاست. ایران 1% کل دنیاست از نظر وسعت، اما از نظر قدرت معادن نفت گاز و خیلی دیگه و توان فکری 7 برابر دنیاست. پس کشور دیگه ما میپیوندن به چه از ما جدا شن. زمانی جدا میشن که پولی نباشه، زمانی جدا میشن که امکاناتی نباشه، پس از این فاز کنن بیاییم بیرون. خدمت شما هست کنم که از در اقتصادی دلار در ورشکستگی هست و خیلی تلاش کنن قیمت دلار نگه دارن، نمیتونن، چون این دلیل برای این هست که خیلی دارن خارج میشن. من خودم لااقل اینجا هفته 60-70 نفر 100 نفر میبینم که دارن میان و میرن و خبرش به من میرسه، دارن میرن و هر چی هم بتونن به خودشون میبرن. دلار البته خدمت عرض کردم، اینا که دارن میرن الان دارن میرن با دلار کم، 100,000 دلار، 50,000 دلار، 20,000 دلار، 120,000 دلار میرن، چون دلار بالای 1 میلیون دلار بخواد باشه قیمتش 7 تومن 6 تومن بود، حالا شده 7 تومن، باید دلار تهیه کنن، این اسکناس هم به درد نخواهد خورد و این قیمت رو نمیتونن کنترل کنن و دستشون خارج میشه و این دلیل برای این هست که دارن خارج میشن از کشور و دارن فرار میکنن، چون دکمه در اون پاشیده است. دوستان من اینو بارها گفتم بازم دارم میگم، بدنه حکومت با حکومت همراهی دیگه نمیکنه، پول دولت پول نداره، دولت امکانات نداره، همه رو سپاه با آتش کشیده. حالا تازه خامنه ای میاد میگه که نیروی انتظامی و سپاه در مثلا مالی دخالت نکنن، دیگه چی مونده آقای خامنه ای؟ چی مونده بی شرف؟ چی مونده بی عقل؟ چی مونده دیوانه؟ چی مونده جنایتکار؟ چی مونده خائن؟ چی مونده رهبر دزدا؟ چی مونده؟ به من بگو چی مونده؟ حیثیت رفت، آبرو رفت، شرف رفت، هیچی نداری شما، دینتون رفت، همه چیز رفت و خوشبختانه این لباس دیگه جلو مردم، این لباس شد لباس ملعون، لباس بد، این ریش شد ریش کذاب، دروغگو، کثافت، لجن، شما هستید، بوی تحفونتون دنیا رو گرفته. میرید توی کشور کانادا به عرب ها اونجا پول میده عکس خمینی دستشون بگیرن که چی بشه؟ یه سوپرمارکت زده با 2-3 میلیون دلار سرمایه ایرانی ها که فقط خودش و پدرش برن عکس خمینی دستشون بگیرن، خمینی دستشون بگیرن، توف تو شرف نداشت، توف تو شرف نداشت. چه جوری جواب میخواید بدید؟ من نمیدونم، نمیدونم، ولی ملت حقتون کف دستو میذاره، روزگارتون سیاه خواهد کرد، به خاک سیاه خواهد شد.
یکی از حرکت دیگه که باز این دوستم صحبت آقا دوست من که آقا آخون صحبت میکرد، میگفت یک واحدی داره وزارت اطلاعات به نام واحد تفرقه بیانداز حکومت کن. این واحد حجاریان رئیسشه، حجاریان بیشرف که فلج شد، البته کجاش دیگه حجاریان هنوز خیلی کار داره با جواد لاریجانی، این دو نفر مغزای طراح هستن و فلاحیان و رئیس علی هم پشت قصه هستن با اینها. اینو یه سازمان درست کردن به نام تفرقه بیانداز حکومت کن. ما قبل از انقلاب جوکای قومیتی داشتیم ولی خیلی کم و خیلی مؤدبانه. اینا عمدن این کارو کردن، عمدن به قوم و اختلاف داره ایجاد میکنن و عمدن این کارو دارن انجام میدن و این کارشون این هست که بین قوم ها در سر درست کنن، اختلاف ایجاد کنن و بتونن حکومت بکنن. اما هر چیزی خلاصه یک نقطه پایانی دارد. حالا جالب آمار اخیر که اومده 80% پلیس تهران از قوم های کرد و لور هستن و این زنگ خطر بزرگی است برای اینها. و اینها مخصوصا در کردستان اتفاقات افتاد، مخصوصا در لرستان اتفاقات افتاد. اینها نیروی ویژه گفتن اینها کسی شعار نویسی کنه کار نمیکنه، شعار نویسی رو ادامه بدید، دود اسکناس ها بنویسید که ضربات سنگینی به اینها میخوره. اما راجع به بسیج صحبت خواهم کرد بعدم، ولی الان میخوام یک کوچیک بهشون بگم. ما در هر کشوری چند گروه هست از فکری. یک سری هستن ناخواسته یا خواسته بیگانه پرستن، نوکر پرست، دوست دارن نوکری دیگران بکنن، دوست دارن یک کاری بکنن علیه مردم خودشون، خونده خودشون برای غریبه ها کار بکنن، غریبه پرستند. اینها اجنبی هستند، اینا کسی از تخم ترکشون به یه جایی ارتباط داره، اینا ایرانی نیستند. کسی که میاد با پول ملت ایران به علیه ملت ایران حرکت میکنه، جاسوسی میکنه، خبرکشی میکنه، هیچ چم گیرش نمیاد، آخرش هم فقیر و بدبخته، از همه جا رونده و مونده میشه. این نیروی بسیج این کارو میکنن، کارشون با کرم کاتبینه. و شماها اجنبی هستید، یه مشخصه کسی که میاد واسه خمینی، خامنه ای، دزد، جنایتکار، برید بسیج کنید. اما متأسفانه چون تعصب دارید و این تعصب شما رو نابود میکنه، هیچ جا جایگاه پایگاه ندارید، نه میتونید ازدواج خوبی داشته باشید، نه بچه خوبی، نه کار، هیچ چیز نداشته، تعصب دارید، عقل ندارید، عقلتون گرفتند، عقلی که گرفتن هیچی ندارید، احساس رو بگیرید هیچی ندارید، یعنی یک سنگ از شما برداشت داره و شما در حد سنگ هستید چون فکر نمیکنید. میگن وقتی میخواد یه نفر نابود بشه خدا میخواد نابودش کنه، عقلشون میگیره، شما عقلتون گرفتن، شما هر چی میگید زوب در ولایت، کدوم ولایت، چی برای شما کرده، چه قدم برای شما داشته، ببین توی لبنان سوریه چی کار میکنن، بریم توی یمن چی کار میکنن، عراق چی کار میکنن، چی برای شما کرده، چی بهتون دادن تا حالا. یه دانشگاه مجانی باید باشه با پول خود ملت، از اون پول میگیرن، شما کمتر میگیرن، اصلا امتیاز بهتون میدن، امتیاز چی میدن، حقی که به شما میخوان، این درسته؟ بچه بسیج به خودتون بیاد، خیلی هم به خودتون اومدید، بازم بیشتر به خودتون میاد. خدمت شما هستم که پس جبهه قومیتی رو دوستان تحصیل نکنه، این هدفشون هم حتی موفق نیستن، خوشبخت و موفق نخواهن شد. و ما در از حکومت از هم پاشیده است، مردم از خود خبر ندارن که واقعا درون از هم پاشیده، یه همراهی نمی کن، هیچ کس همراهی نمی کن، نه وزرا، نه وکلا، هیچ کدومشون. مخصوصا دروغ آخر هم که گفتن، حالا بعضی هم باورش میشه، میگن یه روز مولا دید بچه ها تو محلن شروع میکنن، گفت پوچه بالای آش میدن، بچه ها همه دویدن خونه، تازه دویدن رفتن، بعد یه هیجان بچه هایی بود، نگو راست خودشم دوال دوید جوری گفتن پول داریم میدیم، بعد برای خودشم درصد راست شد خوشبخت داریم. روحانی هم که دید مصاحبه شد، باز همون حرف های بقاله یک از آقای کپریس حرف های قبلش هست همون تکرار میکنه، چون چی در چلطه نداره، چون یه آدم خواهی خواهی نه، خدا رسوا شد میکنه، رسوا هم شد، رسوا بود و ساتر شد. من خدمت شما عرض کردم بردی بهشی 80 میلیون اینا رای بدن، اینا ساقط هستن، اینا چیز دیگه ندارن، زر که نه حضورم نیست، خوشبختانه دندوناشون کشیدن، ترامپ هم خوب داره کار میکنه برای منافع کشور خودش، ترامپ در دنیا خودش قهرمان کرد واسه ایرانی ها و بازار خودش رو نجات میده. ایران 40 سال 38 سال 40 سال ساخته بشه دوباره، خب قطعا دیگه مردم با انگلیس و روسیه کار نخواهند کرد، یه پیچ از کشور نخواهند کرد، چیزی نداره. فرانسه هم خوش زایه کرد دیگه، از اونجا نمیرن. وقتی یک ماشین خوش قیمت و خوش سواری و خوش سوختی از آمریکا بخواد بیاره، چرا از فرانسه بخوام بخرم؟ فرانسه ماهیتشون داد، حالا آلمان هم داره دوزه بازی میکنه، ولی دوستان بهتون میگم اونا خودشون ورشکستن، گدا به گدا، رحمت به خدا، اونا خودشون مشکل دارن، مشکل دارن. خب عزیزید، ایام کامل براتون خوش، تا
دارم کلیپ و صدا کلیپ رو آماده میکنم، چون یک سری گفتم چیزایی هست، تضادهایی هست که دارم اون رو خودم بررسی میکنم که بتونم یه چیز خوب تعریف کنم. پس دروغ قبل شنیدید و بدونید که نمیشه و جدی جدی بهار پشت در خونه تک تک ما هست و همین روز هست که متفاق خوب که سالیان سال منتظرش بودیم میفته. امیدوارم قدرش رو بدونیم، امیدوارم با تمام وجود قدرش رو بدونیم. درود بر شاهزاده عظیم که واقعا داره تلاش میکنه، داره الان با تک تک کشور رو پوید رایزنی دارن میکنن، رایزنی میکنن برای مسئله بعدی که پخته کنن کارش، چون موضع قدیم موضع قدیه. در اقتصاد میگن جنس زمانی بفروش که میخرم، زمانی بخر که میفروشم. ایشون الان با موضوع قدرت، چون میدونه بعض اونا رو بهتر از همه ما میدونه. درود بر تو شاسته عزیز، عزیز دل ایرانی، از امید ایرانی هستی و تاریخ ساز در این باره زمانی میگه که شاهکار میکنه. حتی میدونم باره تر سنگین فشار زیادیست، ولی ملت اینا لایقش هست. ایام کام بزارم.